سلامی گرم و درود فراوان به بینندگان برنامه ضیافت در این سیاره زندگی ساز در هر کجا که ما رو میبینید براتون سلامتی و تندرستی آرزو میکنم. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. بهرام سارنگ آوازخوان از میان ما رفت. همینجوری که تصویر رو دیدین یکی از کلیپ های بهرام سارنگ بود که انتخاب کرده بودیم که حالا در یک برنامه مجزا راجعش بیشتر خواهیم صحبت کرد. بهرام سارنگ آوازخوان در لس آنجلس به ابدیت پیوست. یه تحصیلاتی دارم برای خانوادهش، به خصوص نغمه سارنگ که نوازنده توانای کمانچه است که دختر بهرام سارنگ بود. بریم به روال عادی برنامه. خبر زیاده، فقط یه کنسرت رو اطلاع رسونی میکنم. گروه شورانگیز در یه شنبه 15 سپتامبر با مهدی کلادوس که آوازخوانشون هست یه کنسرتی رو برگزار میکنن که محل برنامه است لاگونا وود ویلیج. اگه مایل هستین که اطلاعات بیشتری به دست بیارید 562-221-2164 میتونید زنگ بزنین و اطلاعات راجب آدرس یا مسائل دیگر رو از این تلفن اطلاعات بپرسید. یه تشکر خیلی فراوانم دارم برای تمام مخاطبین برنامه که ایمیل میفرستن لطف کنن، به خصوص خانواده دکتر پایدار که خودشون، همسرشون، همه فرزندانشون پزشک هستن. خیلی لطف دارم به برنامه ضیافت راهنمود میدن. منم همیشه سپاسگزار همه افرادی هستم که خودشونو جزء خانواده ضیافت میدونن و همیشه مسئولیت حس میکنن و با من در ارتباط هستن. بریم وارد ریتم اصلی برنامه بشیم. مهمان برنامه ضیافت کوروش تقوی، اسمی آشناست که همیشه با فعالیت هایی که کرده در زمینه موسیقی، در زمینه تدریس، در زمینه ضبط ریکوردینگ یک اسم شاخصی هست. من خودم به عنوان موزیسین خیلی بهش احترام میذارم و میبینم با شرایطی که در خارج از کشور حاکمه ولی با پشتکار فراوانش همیشه کارهایی میکنه که باعث افتخار جامعه ایرانی است. راه خیلی طولانی داره ولی من هر دفعه که دعوتش کردم با آغوش باز اومده در برنامه ضیافت. آخرین بارم که اینجا بود خیلی تعداد زیادی ایمیل گرفتم، تعداد زیادی تماسایی داشتن از ایران، از اروپا و خیلی خوشحال بودن از نقطه نظرش. تشکر فراوان دارم از تونی، کارگردان خیلی خوب که در اون طرف دوربین هست، و سارو. اگر تونی موافقه بزنیم بریم یک کلیپ از کوروش تقوی ببینیم، برگردیم من باش گفتگو کنم. اینجا رو باید ادیت کنیم. یه روزی شانسی رو آوردم که اتفاقا کنسرتی در لس آنجلس بود با استاد مرمزا لطفی. من بیه الان که داریم تنش کنم بغز هم میرفتم استاد حسین علیزاده، استاد حسین عمومی و آقای قوی هر. Thank you.
من اون موقع داشتم مایکروبیولوژی میخوندم. بعد رفتم کنسرت، قسمت اول آقای لطفی تکنوازی ستار میکرد، دستش خود به ستار نمیز سیما اول این همین الان همین حال رو بینستم و فهمیدم که اون کاری که قرار بکنم نمیخوام بکنم. برنامه ضیافت نگاه میکنید، در کنار کوروش تقوی هستم. کوروش جان سلام عرض کردم. سلام عرض کردم خدمت شما و همه بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه. من خیلی خوشحالم که این موقعیتی دیگه دست داد که تو در کنار من هستی. همونجوری که در اول برنامه اطلاع رسونی کردم، تو از راه خیلی دور میای ولی همیشه لطف داری. من بارها خواسته بودم که با یه دوربین پلوی تو اونجا با هم صحبت کنیم، ولی گفتی نه من میام به استودیو و به قول معروف استودیو ما رو سبز کردی. بگو ببینیم چه خبر. اجازه بدین منم به سهم خودم و همه دوستان هنرمند در گذشته آقای سرهنگ رو به خانوادشون تسلیت بگم و به همه هنرمندان مقیم ایران و خارج از کشور. عرضم به خدمت شما که همون خبرهای همیشگی، بچه داری و ساز و خوشبختانه همکاری با دوستان هنرمند و به زودی هم که دو هفته دیگه، سه هفته دیگه، 29 سپتامبر کنسرتی با چند تا از شاگردان و دوستانم در سان دیگو داریم که انجمن دانشجویان UCSD ایستا اون رو برگزار میکنن با همکاری کانون فرهنگی ایرانیان و سنتر فور ورلد میوزیک. چند هفته قبل هم شما یه اجرایی داشتین با کدوم هنرمنده بود؟ بله، نزدیک به یه ماه پیش در سن هوزه و برکلی با دوستان عزیزم سعید کامجو و پژمان اخواز دو اجرا در سان فرانسیسکو، در بی ایریا یعنی در برکلی و سن هوزه داشتیم. من خیلی خوشحالم که وقتی که توی خبرها میبینم که فعال هستی و مرتب کنسرت میدی و تدریس میکنی، قطعه مینویسی، این جریان زندگی رو در زمین موسیقی در تو میبینم، این جاری بودن رو در تو میبینم و خیلی خوشحالم. خوشبختانه امروز برای ما دو سه تا کلیپ ارمغان رو بردی، اگه موافقی که خود توضیح بده که بریم کلیپ اول ببینیم. بله، من فقط یه توضیح کلی میدم اولش راجع به که چرا این کلیپ ها رو داریم نشون میدیم. دفعه پیش هم که لطف کرده بودید اجازه دادید که من میام در برنامه‌تون وقتتون واقعا بگیرم. راجع به این موضوع صحبت کردیم که شاید خوب باشه که ما هنرمندای بزرگ موسیقی ایران رو برای بار چندم معرفی بکنیم و اینکه چرا این هنرمندا این ارزش رو دارن در فرهنگ ما و در مملکت ما. من خیلی وقتا تو صحبتام گفتم که ما دو چیز خیلی ایرانی داریم که میتونیم دستمون بگیریم سراسر دنیا را بریم بگیم که این دوتا جزء افتخارات یک چیزی هن به اسم فرهنگ ایرانی که 100% ایرانی هن، داره مختصات زیبایی شناسانه ایرانی هستن. یکی شعر فارسی، یکی موسیقی ایرانی. و اینکه ما ایرانی ها مثل خیلی ملیت ها و کشورهایی که تاریخ تمدن طولانی دارن یک عرق خیلی عمیقی و افتخاری نسبت به فرهنگمون داریم.
خب بخش بزرگی از این فرهنگ موسیقی و شعر در مملکت و در مملکت ما. و اینکه من این اعتقاد دارم که موسیقی کلاسیک ما تنه تنومندیه برای انواع و اقسام موسیقی های دیگه که در ایران خلق میشه. من همیشه اعتقاد داشتم که موسیقی کلاسیک ایران، موسیقی ردیفی، موسیقی دستگاه ایران بیشتر از هر چیزی مثل یک گرامر زبانه که شما وقتی این گرامر رو خوب یاد بگیری اون وقت میتونی مثل مولانا باش شعر بگی، میتونی مثل عطار باش شعر بگی، میتونی مثل سعدی نثر به اون زیبایی بنویسید، میتونید مثل محمود دولت آبادی رمان ده جلدی بنویسید، میتونید مثل احمد شاملو شعر سپید بگید، مثل هوشنگ ابتهاج غزل نو بگید، یا مثل شفیع کتکنی با اون شیوایی شعر امروزین بگین، یا مثل نیما یک چیزی رو از دلش در بیارید و به فرم جدید اصلا تبدیل کنید. اون دیگه به عهده شماست، ولی باید اون دستور زبان رو خوب فرا گرفت. من همیشه اینو تشبیه میکنم به این تنه درخت که اگر این تنه آبیاری نشه، این شاخه های زیبا که میتونه انواع موسیقی باشه، چه موسیقی پاپ گرفته، چه موسیقی مدرن گرفته، موسیقی هایی که میشه آدم ها خلقش کنن با زیبایی شناسی فرهنگی خودشون، امکان به وجود اومدنش خیلی کمتر و کمتر میشه، چون ما همیشه به یک تنه احتیاج داریم که شاخه های زیبایی رو به وجود بیاره، این شاخه ها گل های زیبا بدن، میوه های زیبا بدن. و این تنه همیشه تنه، من همیشه مقایسش میکنم با دستور زبان به همین دلیل. آدم هایی هستن که همیشه دارن این تنه رو آبیاری میکنن و دلیل ارزش فرهنگیشون، دلیل احترام یک ملت و یک فرهنگ به این بزرگان از این بابته. وگرنه من اعتقاد دارم هیچ هنرمندی، هیچ آدمی قدیس نیست که شما بخوای بپرستیش که مثلا فلان استاد موسیقی باید خصلت‌های پیامبرگونه داشته باشه که شما مثلا دوستش داشته باشی. آقای فلانی یا خانم فلانی اگر در عرصه هنری مد نظر ماست و ما او رو بهش علاقه داریم و ستایشش میکنیم، در زمین و عرصه هنریه این آدمه، به دلیل اینکه این فرهنگ رو ارتقا داده، به نسل بعد خودش رسونده و آدمهای دیگه میتونن از این استفاده کنن. این ارزش هست که ما رو، نگاهمان رو بیشتر جلب میکنه به سمت عده به خصوصی از هنرمندا که در دورهای مختلف خدا رو شکر که تعدادشون هم کم نیست. من از روی علاقه شخصی و خدا نکردن از این بابت که حکمی داده باشم، امروز دو تا کلیپ از دو استاد خودم، دو میتونم با جرأت بگم دو دوست عزیزم که البته خیلی از من بزرگتر، اینجا برادر بزرگ من هستن و 100% منتورای زندگی من بودن، دو تا کلیپ آوردم. این دو عزیز و این دو بزرگوار به همین دلیلی که من الان خدمتتون عرض کردم همواره در حال آبیاری این درخت تنومند موسیقی ایرانن. فکر کنم کلیپ اولی که نگاه میکنیم تکنوازی ستار استاد حسین علیزاده به همراه شادروان داریش زرگری باشه. این فیلم متعلق به 10-12 سال پیش در مازندرانه که من براتون آوردم، که نمونه بسیار زیبایی از لطافت و عمق ستار نوازی استاد حسین علیزاده رو نشون. پس اگه موافقی با موافقت تونی بریم این کار ببینیم. Thank you.
درود فراوان به برنامه ضیافت نگاه میکنید. کار زیبایی کردید از استاد حسین علیزاده جناب تقوی و نوازنده زهر و جناب داریش سرگری. توضیح بدید لطفا. قطعه که شنیدید بداهه نوازی استاد علیزاده است در دستگاه نوا بر اساس گوشه کرشمه و نغمه. خاطرم است که این برنامه رو، طرح این برنامه رو اولین باری که من شنیدم اینجا در دانشگاه کل آرت استاد علیزاده اجراش کردن همراه با دوست عزیزم پژمان حدادی. اگر اشتباه نکنم سال 92 فکر میکنم 2-3 بود، اگر اشتباه نکنم ممکنه تاریخش عوضی بگم. و این کار رو بعدها در ایران همراه با شادروان داری زرگری اجرا کردن. ضبط این کارم برای اولین بار در رادیو فرانسه همراه با تنبک آقای مجید خلج اجرا شده که البته این طرح کلیش اینه، یعنی قسمت نوا بودی قسمت شوشتری زدن، ولی خب چون بداهه بوده قطعات ریتمیک و اینا خیلی متفاوت بوده، حس و حال قطعات خیلی متفاوت بود با هم دیگه. و من دلیل اصلی که این قطعه رو آوردم اولا چون ستار زدن استاد این تو، من حالا جز از اینکه ارادت خاصی به استاد علیزاده دارم این ساز رو خیلی دوست دارم، این قطعه که شما شنیدید و خاطرات خیلی خوبی ازش دارم از اون دورانی که این کنسرت ها داشت برگزار می شد. این نوا رو البته من تصحیح بکنم، این نوا رو اینجا با ستار در اگر یادتون باشه در LA میوزیک فستیوال با آقای خلج اجرا کردن در گتی میوزیم. این در حقیقت اون اجراست، اون طرح برنامه است. اون برنامه که گفت عرض کردم خدمتتون با پژمان حدادی برنامه دیگری بود، اونجا تار نوا میزدن. ما هم داره سن میره بالا در سن، ولی بیشتر از هر چیزی من قصدم از آوردن این قطعه این بود که استاد نوآور و متفکری مثل حسین علیزاده هرگز حتی برای یک لحظه در کار هنریش نگاهش رو از آبیاری اون تنومند درخت موسیقی دور نمی کنه و شما وقتی پای صحبت استاد میشینید در تمام لحظاتی که داره راجع به نو اندیشی و نو فکر کردن صحبت میکنه یا ساز میزنه همیشه نگاهش رو به هویت موسیقی و هویت فرهنگیش داره. من اینجا برای که خدمتتون عرض کردم که واقعا دو چیز رو میشه به دست گرفت و در دنیا چرخید و گفت که اینها 100% ایرانی هستند و دارای مختصات زیبایی شناسی ایرانی هستند، موسیقی و شعره. اتفاقا دفعه آخری که آقای علیزاده اینجا بودن خدمتشون بودم و ایشون داشتن راجع به موضوع خیلی دقیق صحبت میکردن و چرا اینکه با این نگاه شما همیشه میتونید زیبایی هنریتون و زیبایی فرهنگیتون رو حفظ کنید و نگاه به جلو هم داشته باشید. این شاید بزرگترین درسیه که ما میتونیم از استادی مثل حسین علیزاده بگیریم و من فکر میکنم این نگاه به شکلهای مختلف در چند نفر از این بزرگان وجود داره، حالا هر کسی از راه خودش این رو میجویه و من برام این خیلی مهمه چون من فکر میکنم که همه ما که در عرصه از هنر یا فرهنگ دستی داریم تلاش میکنیم در اون زمینه، خوبه که اینجوری فکر کنیم و اصلا چون اینجوری فکر میکنیم شاید داریم این تلاش رو میکنیم. من مثلا مثال میزنم، دوست عزیزم آقای منصور تایید در برکلی در این وانفسای اقتصادی و گرفتاری ها که همه آدم ها واقعا درگیرشن یک مرکز خیلی کوچیکی زده برای اینکه هنرمندای ایرانی در تمام عرصه بیان کارشون رو ارائه بدن، تئاتر، نقاشی، ما مثلا کنسرت داشتیم اونجا و همین باعث میشه که ما همیشه یادمون بیاد که بله موسیقی ایرانی اینه، تئاتر ایرانی اینجوریه، نقاش‌های ایرانی اینجوری نگاه میکنن، فیلمسازای ایرانی فیلماشون آوردن اونجا نشون دادن و این خودش کمک میکنه به این که این فرهنگی که ما خیلی بهش علاقمندیم و دوستش داریم مثل همه ملت‌هایی که فرهنگشون رو دوست دارن این ادامه پیدا کنه و به نسل‌های بعدی هی برسه. من یادم کلاس چهارم دبستان بودم، این داستانی بود که پیرمردی داشت یک نهالی رو میکاش که پادشاه میاد و میگه پیرمرد داری چه کار میکنی؟ میگه دارم درخت میکارم. میگه بابا تو که عمرت قد نمیده
به میوه این درخت، که اون جمله معروف دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میکاریم و دیگران میخورند، که ما اون موقع در بچگی خیلی نفهمیدیم این موضوع یعنی چی. حالا که کمی زار سنمون میره بالا و داریم چیزهای جدیدی هم در زندگی یاد میگیریم، متوجه عمق این جمله ساده هستیم که واقعا ما باید بتونیم یه کاری بکنیم که این فرهنگ ادامه پیدا کنه. فرهنگ به راحتی میتونه عوض بشه. یعنی شما مثال خیلی سادهش اینه که میزان موسیقی غیر هنری که از تلویزیون و رادیو در ایران پخش میشه به قدری بیشتر از موسیقی هنریه که از رادیو و تلویزیون ایران پخش میشه. خب به سادگی گوش ها میتونه به خطا بره، سلیقه ها میتونه کجراه بره. شما موزیسیانی، شما یه مدت زیادی نوت فالش گوش کن، ببینید چه بلایی سر گوشت میاد، درسته؟ و این کار وقتی به طور سیستماتیک از رادیو و تلویزیون یک مملکت پخش میشه، حالا به عمد یا غیر عمد، مثلا با اونش خیلی کاری ندارم، خب این اثر میذاره. پس اون وقت آبیاری این نهال توسط اساتید و فقط هم به این دو نفری که ما الان اسپورتیم، البته خطر میشه، خیلی ها این تلاش رو دارن میکنن، چه خارج از کشور چه در داخل کشور. خب ولی این به این دلیله، این تلاش برای اینه که خدای نکرده این از بین نره. امروز مثلا ما در آمریکا داریم زندگی میکنیم، تمام دانشگاه معتبر آمریکا رشته ایران شناسی دارن، نسل هایی که اینجا دنیا اومدن، بچه های نسلی که اینجا دنیا اومدن دارن میرن تو این دانشگاه ادبیات فارسی میخونن، تاریخ ساسانیان میخونن. اینا فکر میکنیم به چه زبانی اینا رو مطالعه میکنن؟ به فارسی اینا رو مطالعه میکنن. پس یه کسی این زحمت رو کشیده که این زبان حفظ بشه در کشوری مثل آمریکا، که مثلا فرض کنید بزرگواری مثل دکتر کریمی حکاک رئیس ایران شناسی دانشگاه مریلند بشه، یا استاد حسین عمومی در دانشگاه ایروان این تدریس رو بکنه. این زحماته که حتما نتیجه خواهد داد و این برای اون باروریه، اون فرهنگ و اون درخت تنومند فرهنگی که همه ما دغدغه داریم براش. من خیلی خوشحالم وقتی که هر بار که با تو به گفتگو میشینم، انقدری که از افراد دیگه صحبت میکنی اصلا از خودت سخن نمیگی، و این سپاسگزاری که میکنی از پیشکسوتا برای من خیلی قابل ارزشه. با اجازه تو و تونی یه کلیپ دیگه ببینیم که یه ذره حال هوا رو عوض بکنیم، حتما بعد برگردیم باز راجبش توضیح بدیم. حتما.
من جان و سر من. گفتم به خدا اگر تو برمی امشب نزیاد این پیکر من، امشب نزیاد این پیکر من، این پیکر درود فراوان. همینجوری که اطلاع رسونی کردم، کوروش تقوی یک موسیقیدان صمیمی در این برنامه ضیافت مهمان من هست که بررسی میکنه. البته خودش کنسرت داره و کنسرت هایی هست که مربوط به شاگرداش میشه، خودش برنامه داره، ولی خیلی مترصد بود که یکی دوتا کار از افراد شاخصی که در موسیقی سنتی سالهاست دارن فعالیت میکنن کاری هم که دیدن است. استاد محمد رضا لطفی، ارکستر بانوان و جناب شاه محمدی که در برنامه ضیافت هم بوده. کلو جان شما بقیهشو ادامه بدین که از کاری که در برنامه که اجرا شده. در ادامه صحبتهایی که داشتیم میکردیم، استاد لطفی وقتی که به ایران برگشتن سه گروه درست کردن. یه گروه بازسازی که بازسازی کارهای کلاسیک ایران رو به عهده گرفت و با همون سبک اجرا کردن موسیقی رو که در همین دیویدی که شما ملاحظه کردید سه قسمت این سه گروه هست. این اون شبی که این برنامه بوده سه گروه برنامه داشتن، سه شب در تهران اگه اشتباه نکنم هر سه گروه هر شب زدن.
گروه دیگری که شما الان دیدید گروه بانوان شیدا هست که همه نوازنده ها بجور که دیدید خانوم ها هستن و دیدید که در نوازندگی هیچ کمی از هیچ کنم از آقایان نوازنده نداشتن خدا رو شکر. و گروه دیگر که گروه بزرگ شیدا نام داشت که همه آقایون بودن و خواننده گروه بانوان جناب آقای شاه محمدی بودم و گروه بزرگ شیدا رو آقای معتمدی خوانندگیشو بر عهده داشتن و الان این دو گروه بانوان و گروه بزرگ شیدا با هم ادغام شده و یه گروه 20 و چند نفره از توش درست شده که اخیراً هم میدونم که در 5 شهر مازندران با گروه بزرگ شیدا کنسرت دارن آقای لطفی و این باز در ادامه همون نگاهی که ما صحبتشو میکردیم به نظر من که نسل جدیدی داره وارد عرصه موسیقی میشه با توانایی بسیار بالا، قدرت نوازندگی خیلی خیلی بالا و شناخت خیلی عمیق از موسیقی ایران و این واقعا هدفیه که با هم راجبش صحبت کردیم. حالا در زمین موسیقیش یکی از کسایی که اینو به عهده گرفته آقای لطفیه و مصرانه دنبال این کار هست با تمام گرفتاریایی که در ایران وجود داره و ما امیدواریم بشه گروه بانوان شیدا در آمریکا برنامه اجرا کنه که این موسیقی به خارج از کشور هم سرایت بکنه که موسیقی کلاسیک ایران داره چه توانایی هست. معلی چیزی خیلی کوتاهی در پرانتز میگم وارد کاری که ما میخوایم بکنیم میشم. من همیشه اعتقاد داشتم که همه آدما میتونن در تغییر و تحول مسائل نقشی داشته باشن. لازم نیست آدم خیلی آدم بزرگی باشه در بالاترین سطح هر جای کار بکنه که بتونه تغییری به وجود بیاره. من مثالم برای خودم اینه که من کلاس اول دبستان معلمی داشتم سرکار خانم طاهری، نمیدونم ایشون هنوز در قید حیات هستن یا نه، ولی ایشون به من الفبا یاد داده و بعد در کلاس دوم خانم موثقی به من فارسی یاد داده و همینجور معلم های دیگر من. اینا نه بزرگترین شاعرها و نویسنده های دنیا بودن، نه اسکالرهای خیلی بزرگی در ادبیات فارسی بودن، ولی به من و یه عده خیلی زیادی دیگه از بچه ها ادبیات فارسی خوندن و نوشتن یاد دادن. باعث و بانی این شدن که این عشق به ادبیات و هنر در این بذر این عشق و علاقه به این ادبیات و هنر در دل خیلی آدم ها مثل من کاشته بشه و ما بعدها به ادبیات ایران رو آوردیم، رفتیم حافظ و مولانا و دولت آبادی و شاملو غیره غیره خوندیم. ایشون این دو بزرگوار اون تأثیر رو روی من نوعی گذاشتن و من هیچ وقت نمیتونم اون رو از یاد ببرم. اگر اونها نبودن، اگر حالا اون اشخاص نه، اگر آدمی در اون سطح نبود، من هیچ وقت شاید به ادبیات کشیده نمیشدم. و اعتقاد دارم آدم ها وقتی به کاری که میکنن ایمان داشته باشن و تحلیل داشته باشن از دورانی که دارن درش زندگی میکنن و عزمشون رو جذب کنن به کمک همدیگه و به کمک دوستان، حتما میتونه تغییر به وجود بیارن. این رو من فکر کنم هر انسانی درش این توانایی هست که این کار رو بکنه. حالا با توجه به این که من هم نقش خودم رو نقش خیلی کوچیکی میدونم، من اصلا در بالاترین رتبه هنری دنیا که وجود ندارم که 100% من در اونجا جای ندارم، 100% در عالی‌ترین رتبه موسیقی ایران هم جا ندارم، ولی فکر میکنم که انقدر عاشق موسیقی ایرانی هستم، انقدر بهش اعتقاد دارم و براش ارزش قائلم که هدف زندگیمو کردم این که از طریق موسیقی آدم‌ها رو یک تغییر و تحولی درشون به وجود بیارم اونقدری که توانایی مجازه میده و اینها رو به یک هنر والایی که باعث و بانی میشه که آرامش در آدم ها به وجود بیاد، آدم ها مهربون تر بشن، آدم ها لطیف تر بشن و اینا خصوصیات خوبه، اینا کیفیتیه که من فکر میکنم آدم ها همه دنبالشن. من سعی میکنم به اندازه توانم این کار رو بکنم و به همین دلیل از همین دو بزرگواری که استاد من هم هستن این رو یاد گرفتم که سعی کنم با شاگردان برنامه اجرا کنم. و به همین دلیل ما از سال پیش شروع کردیم یه گروه 5 نفره، گروه ستار اسمش رو گذاشتیم، گروه ستار نوازان. و دفعه پیش هم من عرض کردم خدمت بینندگان عزیز که ما چند کنسرت در سان دیگو، لس آنجلس، سانتا کلارا و برکلی اجرا کردیم
با استقبال خیلی خیلی خوب علاقمندان مواجه شد و ما امسال با اضافه کردن چند ساز به این گروه و دو نفر نوازنده حرفه‌ای تر این گروه رو گسترش دادیم و در 29 سپتامبر به کمک انجمن دانشجویان UCSD ایستا و کانون فرهنگی و سنتر فور ورلد میوزیک سان دیگو این کار رو قرار در دو بخش ارائه بدیم. یک بخش برنامه تک نوازی همراهی تنبک خواهد بود، من ستار میزنم، قطعات خودم رو میزنم این بار، و قسمت دوم هم آثار کلاسیک موسیقی ایران رو با گروهی که شامل 4 ستار شورانگیز، عود و یک خواننده تصنیف است ارائه میدیم. اگر که علاقمندان بخوان اطلاعات بیشتری بگیرن، شما شماره تلفنی دارین؟ بهترین راش اینه که در فیسبوک ایستا ISTA ایستا رو سرچ کنن و اینو مستقیم میبرشون به صفحه ایستا و در صفحه ایونت های ایستا این برنامه هست. ایستا انجمن دانشجویان ایرانی UCSD که الان چند سال تشکیل شده و هنرمندای بسیار بزرگی رو بارها و بارها دعوت کرده به برنامه‌های خودش، مثل استاد شجریان، جناب استاد بهرام بیزایی، لیست خیلی زیاده و فقط هم کارهای هنری نمی‌کنه، مثلا چند دانشمند ایرانی رو دعوت کردن که راجع به فعالیت‌های خودشون توضیح بدن. هنرمندای مختلفی مثل خانم مامک خادم اونجا برنامه اجرا کردن، آقای محسن نامجو اونجا برنامه اجرا کردن، حامد نیکبه برنامه داشته، جناب کلهور اونجا برنامه داشتن و میگم هنرمندای خیلی خیلی خوبی همیشه دعوت شدن توسط ایستا و اونها هم دقیقا باز به همین نتیجه که صحبتشو میکردیم رسیدن که باید این درخت تنومند فرهنگ ما همیشه در حال آبیاری شدن باشه و به سهم خودشون این کار را انجام میدن. من قبل از اینکه این DVD شما و شاگرداتون رو بدیم که بخش خیلی کوچیکی از برنامه، اونم با اصرار من، تو از خودت و از کارات صحبت کردی، می‌خواستی که بیشتر فقط از اساتید صحبت بکنیم. در شهری که شما زندگی می‌کنی سه هنرمندان زیادی زندگی می‌کنن که سه هنرمند برجسته هستن که در تالار رودکی ارکستر سمفونیک تهران، آقای خسرو یوسف‌زاده که وایلن پلیر بودن، برادرشون رئیس هنرستان بود، یوسف زاده، منوچهر خطیبی هستن که وایلن میزدن و خیلی سالیان زیاد در ارکستر و مجلسی هم میزدن و در ارکستر سمفونیک بازنشسته شدن، و جناب پرتوی هستن که در انجمن فیلارمونیک بودن. اینا هم در همسایگی شهر شما هستن و با کهولت سن و یادی هم از اونا کرده باشیم حتما، که خیلی حق دارن به گردن موسیقی فرنگی، چون بر صورت موسیقی کلاسیک کار کردن و همشون در کوارتت های مختلف، در ارکستر های مختلف، در سفر های مختلف بودن. میخوایم خداحافظی کنیم. کوروچان بگو دیگه، یه دفعه دیگه بگو کنسرت 29 سپتامبر در سالن UCSD در پرایس سنتر دانشگاه UCSD برنامه توسط ایستا انجمن دانشجویان UCSD برگزار میشه. اسم این کنسرت زخم است و ما قطعاتی رو در قسمت اول دو نوازی ستار و تنبک در آواز افشاریه و قسمت دوم قطعاتی از موسیقی کلاسیک ایران در آواز دشتی اجرا میکنیم. میتونی بگی بچه هایی که باید میزنن که هستن؟ بله، نوازندگی تنبک گروه آقای میلاد جهادی بله به عهده داره، پژمان مهرفر عود میزنه، بله، آریا افضلی ستار، بهراد حسینزاده شورانگیز، آقای جواد گنجین تصنیف خانه گروه هستن، من هم ستار میزنم. درود بر تو. میریم الان کلیپ این بچه‌ها رو می‌بینیم و خداحافظی کنیم. من بازم از سپاسگزارم. فقط من توضیح بدم این کلیپ داشت. این مال برنامه پارسال ماست که دو تا از این دوستان نبودن در این برنامه، این اجرای دانشگاه سانتا کلاراس و قطعه که میشنوید اگر اشتباه نکنم فرمی به اسم کار عمل. این کار عمل توسط این ملودی با این ریتم من اولین بار از استاد اول حسن خانش سبا شنیدم در یکی از سیدی هاشون. بعد دوست عزیزم
آقای امیر نوژن گفتن که گویا قمر ملوک وزیرم همین کار همان رو اجرا کرده با شعر دیگری. اجرایی که شما میشنوید تقریبا اجرای تحت تاثیر اجرای از استاد محمد رضا لطفی که همین کار عمل رو با همین شعر اجرا کرد. شما یه اسمایلی میگین که باعث میشه میخوام خدافظی کنم، نمیشه. امیر نوژن هم یکی از چهره‌های خیلی فعال در شمال کالیفرنیا که با کوشش فراوون کنسرت میذاره، تدریس میکنه، یه سقفی گیر آورده هنرمندان جمع که من بهش درود میفرستم و ان شاءالله بتونیم یه روزم مهماندار اون باشیم. دو کلمه مهرتان فزون، عشقتان جاویدان، همراه با کوروش تقوی هنرمند صمیمی، مهربان و فعال، براتون روزهای آفتابی و شب‌های پرستاراز می‌کنیم. کوروش جان بزن بریم، از سوری هم تشکر می‌کنیم، کلیپو ببینیم و روز روزگار بر شما خوش.